بسم الله الرحمن الرحیم خانم و آقایان سلام روزتون بخیر امروز اولین روز هفته 11 بهمن 1399 هست و ما در استدیوی اقتصاد آنلاین در خدمت شما هستیم با یه گزارش بورس دیگه روزی که بازار مثبت حدودا 40000 واحدی رو به خودش دید رشد قابل توجهی رو داشت و تونست سود خوبی رو حداقل به برخی سهامدارا برسونه هرچند که نکاتی در مورد این بازار وجود داره نگاهی بندازیم به اتفاقاتی که از چهارشنبه تا امروز افتاده هواشی انتخاب رئیس جدید سازمان بورس همچنان ادامه داره و های مجلس حالا فعلا پیگیرش هستن ظاهرا اعلام شده که آیه علیزاده عضو ناظر شورای عالی بورس اعلام کردن که این انتخاب مشکل قانونی داره و حالا برگیری ها احتمالا ادامه خواهد داشت مسئله بیشتر سیاسی هست احتمالا تا فنی هم در سمت موافقین هم در سمت مخالفین آقای دهقان باید ببینیم چه اتفاقی میفته میدونیم که آقای دهقان سابقه بازار سرمایه رو ندارن تقریبا و امیدواریم حداقل عملکرد خوبی رو بتونن داشته باشن طی مدتی که سکاندار سازمان بورس خواهند بود اما در همین حین نکته ای که برخی ها در مورد دهقان گوشتد میکنن این هست که ایشون حالا به لازه فنی احتمالا احتمالا حد سبنده است فکتی براش نداریم احتمالا نکته خاصی برای بازار و بهبود شرایط نخواهند داشت و صرفا یک سری بازار حد در وضعیتش حفظ خواهد شد و اقداماتی از این دست بیشتر خواهند داشت اما که این رو نکات دیگه ای تقویت میکنه مثل جلسه ای که با حقوقی ها داشتن و ما خروجی از این جلسه نداریم یعنی نمیدونیم چه اتفاقی تو اون جلسه افتاده امیدواریم حالا جزیاتش منتشر بشه و ببینیم چه اتفاقی افتاده و ببینیم که واقعا قرار هست چه اتفاقی برای بازار سرمایه بیفته امیدواریم که حداقل تصمیمات عجولانه کوتاه مدت برای بازار گرفته نشه و مردم بیش از این اعتمادشون از این بازار سلب نشه و به محض خروج از زیان از بازار خارج نشن نکته بعدی دیگه بحث مارکت ایمپکت هست که به صورت جدی ظاهرا توی شرکت بورس تهران داره دنبال میشه امروز هم آقای گودرزی مصاحبه ای داشتن و نکته ای رو از این باب اعلام کردن یک بخشش این بوده که ظاهران این مارکت ایمپکت نسخه مشابه خارجی هم داره ای کاش معرفی کنن که کجا مارکت ایمپکت وجود داره میدونیم که تابلوه دو و چهار تابلوی هست که حقوقی ها معاملات عمده انجام میدن ظاهرا قرار این سخفی که مثلا یه درصد از شناوری سهم مگر باشه مثلا بیاد توی تابلوی دو این یه درصده بشه مثلا نیم درصد و اینطوری معامله بشه بره تو معاملات بلوکی حالا نکات زیادی رو هم آی آردم گفتن هم احتمالا خودتون پیگیر بودید در جریانش هستید اما نکته مهم این هست که بازار فعلی مسئلهش فروش حقوقی نیست واقعیت اینه که دامنه نوسان سم مهلکی است برای بازار که همچنان شهامت شاید روبرو شدن با حذف دامنه نوسان رو نداریم اونهایی که دعوت کردن مردم رو به بازار سرمایه و این زیر های غلط و عجیب و غریب رو اصلاح نکرده بودن اونها باید پاسخگو باشن که چرا مردمی که بدون تحلیل و بدون دانش کافی برای سرمایه‌گذاری توی بازار سهام بازار بسیار پر ریسکی هست و در عوض بسیار هم نقدشونده هست چرا بدون اینکه این شرایط رو مردم داشته باشن اینها مردم کشور رو دعوت کردن به این بازار و حالا دنبال راههایی هستن که یه ذره کنترل کنن التهابات رو و از حالت هیجانی بازار خارج بشه بسیاری از صندوق ها هستن که در که در پشت صفحه مجوزگیری از سازمان منتظرن صندوق های درآمد ثابت، صندوق های ثبت گردان و و و و و, و, و کارگزاری ها حتی که نماد که درخواست های برای تاسیس کارگزاری وجود داره که هنوز رسیدگی نمیشه و یا شرایط خاصی رو براش گذاشتن که همه اینها در کنار همدیگه باعث میشه مردم مستقیمتر خودشون بیان وارد بازی بشن و خب وقتی کسی که خیلی تحلیل دقیقی از جزئیات ارزشگذاری یک سهم نداره و کلیت بازار رو اونطوری که یک فعال حرفه‌ای و تحلیلگر تحلیلگر میشناسه و اون شخص نمیدونه اینها رو طبیعی هست که این هیجانات رو داشته باشه به محض عرضه شدن صف بخواد سهمش رو بفروشه و سهم منفی بشه و کلیت بازار هم چنین وضعیت هیجانی رو داشته باشه نکته مهم اون ریساختارهایی هست که دوستان بدون دست دادن به اونها میخوان بقیه رو درست کنن که به نظر میرسه ره به جایی نخواهد برد همونطور که ممنوعیت معاملات روزانه مدتی اجرا شد و بعد دوباره برگردوندن به حالت اولیه شرکت بورس تهران این کار انجام داد و دوباره برگردوندش به حالت اولیه و معاملات روزانه برگشت اتفاقی که نقشوندگی سهام را آورد پایین و مثبت های موقتی رو به همراه داشت این هم از مارکت پک حالا باز هم سعی میکنیم بیشتر از این در مورد مارکت پک صحبت کنیم جزئیاتش هر چقدر بیشتر منتشر بشه ما بیشتر میتونیم بدونیم که چه اتفاقی قرار هست برای بازار بیفته و روند بازار چه, اثر، چه اثری رو از این تغییرات خواهد پذیرفت و نکته دو تا نکته بعدی تقریبا حجم معاملات هست که عموما حجم معاملات پایینی هست خودرویی که توی یک ماه گذشته حدود یک میلیارد حجم میخورد امروز چیزی حدود 300 میلیون هش خورده خودرو خسافا شستا نمادهای بزرگ چنین وضعیتی رو دارن و خب این میتونه نشونه خوبی نباشه برای بازار چون سهام دست به دست نمیشه یک کله داره میره بالا و یک کله هم احتمال داره با این فرمون بریزه اتفاقی که از رالی دوم سعودی ساله 99 شاهدش بودیم از اردی، اواخر اردیبهشت که رالی سعودی شروع شد تا 15 تا 19 برج 5 و بازار یک کله رفت بالا حجم مبنا پر میشد حجم معاملات پایین بود ولی بازار مثبت می خورد و این اون مشکلی هست که ما با این داستان داریم حالا هی هم هر بار هم بیان اعلام کنن که بازارگردان نفروشه نمیدونم لازم نیست تعهدات فروشش رو انجام بده تعهدات فلانش رو انجام بده اینها به نظر میرسه کار سواب و درستی نباشه و حداقل میشه اینطوری برداشت کرد از اینها که دنبال فرصتی هستند برای اینکه بازار به این نقطه‌ای برسه که تا بسیاری از اونهایی که زیان دیدن نقطه سر به سر برسن و از بازار خداحافظی کنن و بعدش بازار مسیر خودش رو پی بگیره چیزی که پالایش امروز معید این بود بسیار هر بسیاری از مردم وقتی به ده تومن رسید پالایش تقریبا فروختنش پالایشی که تقریبا حلوش 20 درصد بالای نیوی داره معامله میشه و این شاید دلیلی باشه که تحلیل قبلی رو تایید کنه مردم دنبال این هستن که به نقطه سر به سر برسن و از بازار خارج بشن فرصتی که مسئولان قدرش رو ندونستن بازاری که میتونست عمیق بشه سفت بازی ها از بازارهای موازی که بیشتر به زندگی مردم آسیب میزد خارج بشه و بیا تو این بازار و سرمایه‌گذاری بلند مدت رو کم کم مردم یاد بگیرن به جای اینکه دلار و سکه بخرن و تقاضای اینها بره بالا و اینها حباب پیدا کنن و فشارهای دیگه ای پیش بیاد سرمایه گذاری ها توی شرکت ها انجام بشه حتی میتونستن بازار بدهی رو عمیقتر بکنن وسیع‌ترش بکنن و از اون طریق برخی از شرکت ها تأمین مالیشون رو انجام بدن تا مسئله تولید هم حل بشه تا حد زیادی و همش دنبال این نباشن که نرخ سود و بانکی کم بشه تا بازار سرمایه رونق بگیره این کلیاتی از بازار بود که میخواستیم خدمتتون ارائه کنیم کمی کامنت ها رو نگاه کنیم تا ببینیم چه خبره آها در مورد دلار هم خدمتتون بگم که دلار وضعیت گارد سعودی خودش رو گرفته به نظر نمیرسه که این گارد سعودی پایدار باشه چون حالا نرخ تعادلی که حساب میشه چیزی هلوهوش 21-22 هست گارد سعودیش به سمت 23 حوالی 23 رسیده بازار آزاد 24 تقریبا 23 که گفتم مربوط صراف ملی هست امیدواریم که بیاد روی 22 تومن و همین حوالی استیبل و پایدار بشه نوسانش خیلی بیشتر از پایین اومدن و یا بالا رفتن ضربه خواهد زد چون تولید کننده نمیتونه برنامه ریزی کنه برای کار خودش هرچند که اون طرف دلار نیمایی تقریبا کار خودش رو داره ادامه میده مسیر خودش رو میره و خیلی به نرخ اسکناس کاری نداره بانک دی هنوز به خاطر شفاف سازی مسئله داره و هنوز باز نشده حالا امیدواریم که زودتر مشخص بشه بازار یه روز هم نیست مثبت شده از هفته پیش تا امروز تقریبا یه روز فقط منفی خورده و بقیهش هم پالایشی ها وضعیت خوبی داشتن احتمالا خبرهایی برای پالایشی ها هست بحث نرخ خوراکشون هست که تخفیف قرار بده دولت و باید ببینیم چه اتفاقی میفته چون میدونیم که دولت از محل فروش صندوق پالایش درآمدی داشته حالا اخباری که وجود داره این هست که بیش از این درآمده قرار هست از عدم و نفش نفت داشته باشه و این شاید وضعیت کسی بودجه رو تشدید کنه که باعث تورم میشه و کلیت جامعه آسیب میزنه هرچند بازار سرمایه شاید رشد کنه دوباره به خاطر این مسئله خب بعد کامنت ها خب بریم بریم سراغ بازار خودمون و به آمار و ارقامی که توی بازار امروز به دست اومده نگاهی بندازیم و ببینیم چه خبر هست بازار امروز شاخص کل حدود 14 هزار واحد رشد کرد 39 واحد به ارتفاع 1 میلیون و دو هزار واحدی رسید. شاخص هموز هم, هم 7738 واحد رش کرد، حدود یک درصد و شاخص کلم هم و درصد تقریبا رشد کرد. فارس فولات ف ملی 6 تا که گل تاپیکو بیشتری اثر مثبت رو, رو روی شاخصه. کل داشتن اما پرتره ترین نماد این سمت سبهساز بوده و لپارس بوده که و لپارس منفی خورده قزر قیمت پانیش منفی بوده اما روی مثبت آخرین معاملش انجام شده سه امید مثبت 5 تقریبا خورده کس رام منفی کار خودش رو انجام داد به پایان برده سیتا مثبت بوده و فمیلی هم مثبت بوده می بینید که از بزرگای بازار تقریبا فمیلی بوده که جزء پرتراکنش ترین ها بوده و تراکنش های زیادی انجام شده توش بقیه نمادها به اون صورت معامله توشون انجام نشده و این شاید باعث نگرانی بازار هم بشه اوردرهایی هایی که بعضا حجم بالایی رو داشتند و یعنی قدرت خریدار سرانه خرید خریداران بیشتر از فروشندگان بود و هم میتونه این از یک باب مثبت باشه از سمت دیگه اینکه حجم پایین معاملات میتونه نشونه خوبی نباشه اما نگاهی بندازیم به فرابورس فرابورس شاخص کل 362 واحد رشد کرده به ارتفاع 18183 واحدی رسیده سپیدار پرتراکنش ترین نماد بوده بعدش زملارد بوده شاروم، چخزر، مادیرا، زوب و آریا نمادهایی بودن که بیشترین تراکنش رو توی فرابورس داشتن آریا، زاگروس، کگوهر، قسینو، سبا، میتکو و شگویا نمادهایی بودن که تاثیرگذاری مثبت روی شاخص کل فرابورس داشتن اما نگاهی بندازیم به صفوف عرضه و تقاضا در انتهای بازار و اوردرهایی که باقی موندن شستا با کشف معدن تلاش به صدر این جدول رسیده تقاضای 140 دو میلیارد تومنی داشته در انتهای بازار هرچند که میدونیم یک سری از اردرها برداشته میشه شپنا 137 میلیارد بانک تجارت 97 بانک تجارتی که حالا 38 درصد فکر کنم از بانک آینده رو داره و خبرها هم ظاهرا حاکی از اینه که دنبال این هست که این بانک آینده رو با اموال دیگه ای از گروه ریختگران تعویز کنه چون مسئله جدی براش پیش میاد سر اینکه قانون موانع رفع موانع تولید هست و بانک تو بانک هم خیلی ریسک خود بانک تجارت رو بالا خواهد برد وقتی خود بانک صاحب یک بانک دیگری باشه کلوند 68 میلیارد تومن صف داشته بعدش سنیر بوده 44 تاسیکو 43 و, و خسافا هم 38 میلیارد تومن صفه خرید داشته اما کدما 60 میلیارد صفحه فروش قگرجی 27 هتوکا 26 قدام 23 سرمایه‌گذاری خراسان جنوبی 18 تقریبا قنوش 15 و کبورس هم 14 میلیارد تومن صفحه فروش داشته اما نگاه کنیم به ارزش معاملات دارای کم رو می‌بینید با 851 میلیارد اول شده بعدش پالایش با 843 که پالایش حجم نسبتا بالایی رو خورده اونهایی که میخواستن خارج بشن رو صفر خارج شدن تقریبا رو ده تومنی که داشتن از بازار رفتن بیرون باید ببینیم حالا روند پالایش چگونه ادامه پیدا خواهد کرد در روزهای آتی بعد صندوق کمند بوده 209 میلیارد بعدش نماد کوچیک پاکشو بوده که تو صدر ارزش معاملات سهام قرار گرفته بعدش کویر 155 میلیارد تومن تقریبا بعد شپنا 144 و به توسا هم 141 میلیارد ارزش معاملات رو برای خود ثبت کرده اما توی حجم معامله اگر نگاه کنیم نگاه کنید خودرو 348 میلیارد سه حالا تا بهتران 343 بانک صادرات 235 میلیون برگ به جابجا شده سایپا 232 میلیون و بانک ملت هم 148 میلیون تقریبا برگ سهمش جابجا شده حجم معاملات پایینی هست به نسبت برای این نمادها اما در سمت قیمت ها بیشترین افزایش قیمت مربوط به خمارکه بوده بعدش شکافا 60 تا پدرخش قصابت ثابت به شهاب و سفارس اما تو سمت کاهش خموتور 6 درصد کاهش قیمت رو داشته تکشا 53 دهم قدر کیش سپ به نیرو و ولقدر نگاهی بندازیم به صفوف عرضه و تقاضا در, با در فرابورس سپیدار با حدود 200 میلیارد تومن همچنان اوله بعدش رفسا هست 57 میلیارد تومن و سپر 28 قگیلا 24 سالوند 20 و به نوع بیمه تجارت نو هم 18 میلیارد تومن اما تو سمت عرضه تو نمادهای بازار سهام گدنا بوده 72 سمگا 26 و, و شتوکا 17 میلیارد تومن ارزش معاملاتش بوده ارزش صفوف فروش در انتهای بازار بوده ببخشید نگاهی به ارزش معاملات در فرابورس اعتماد صندوق اعتماد 211 شتوکا 140 آوا 91 زوب 88 مادیرو, مادیرو 83 کرمان حدود 80 تا و هریل هم 61 میلیارد تومان ارزش معاملات بوده زوب هم حجم خوبی خورده هم ارزش معاملات خوبی داشته 188 میلیون برگ سم بیش از متوسط ماهانش بوده هریل 111 آقا 110 سبزوا 63 مثلا مادیرا 81 و اعتماد هم 61 ببینید نمادهای بزرگی که همیشه بودن تو این صدر حجم معاملات این روزها اینجاها دیده نمیشن این الزامن وضعیت خوبی نیست اما نگاهی بندازیم به نقشه بازار میبینید که بازار تقریبا همش سبز بوده غیر از گذاری های استانی و که سهام مدالت غیر مستقیم هستن فارس و فولاد و فمیلی و کگل اگر به ارزش معاملات روزشون نگاه کنیم بعد پاکشو رو میبینید که ارزش معاملات خیلی بالایی داشته فولاد و زوب این سمت توی سرمایه ها برکت بوده و توسا کرمان توی کاشی ها کسران بوده حجم ارزش معاملات بالایی داشته و اگر بریم به اندازه یکسان توجه کنیم میبینیم که کلیت بازار تقریبا مثبت بوده سرمایه گذاری های استانی رو بساریم کنار که همیشه تقریبا منفی و مردم دنبال خروج از اون هستن بقیه بازار کم پیش میاد که نمادی پیدا کنید که منفی بوده باشه و گروهی به طور کامل بخواد منفی به خودش ببینه بریم نگاهی بندازیم به ارزش به معاملات و دیتاهای تولیدی اختصاصی بورسینه ارزش معاملات بازار سهام چیزی حدود 9890 میلیارد تومان بوده بازدهی هم وزن کل سه تا نه دو تا بازار بورس و فرابورس که حالا توی فرابورس بازار پایه هم هست چیزی حدود یک و دو دو همه درصد بوده خورده فروشی ها حدود سه درصد منفی خوردن سایر صنایع هشت و پیمانکاری صنعتی حدود سه دهم درصد منفی به صورت هموز خودشون دیدن اما تو مخابرات چهار و شیش مثبت شرکت های چند چند رشته صنعتی 3.6 و, هم و فراورده های نفتی هم 3.3 درصد بازدهی داشتن اگر به روند معاملات نگاه کنیم می‌بینیم که متوسط از هفته گذشته تا امروز اگر اون یک شنبه هفته گذشته رو بذاریم کنار چیزی حدود 10 هزار میلیارد تومن به صورت متوسط ارزش معاملات بازار بود ارزش معاملات بالایی نیست به اون معنی چون ما چند یک ماه خورده قبل تو آذر ماه ارزش معاملات 20000 هزار تایی هم داشتیم که توی یک هفته متوسط ارزش معاملات 18 هزار تا میشد بریم نگاهی بندازیم به حقیقی و حقوقی ها و اطلاعات منتشر به دست اومده از اونها چیزی حدود 590 میلیارد تومن ورود پول حقیقی داشتیم بالاخره حقیقی پول خودشون رو وارد بازار کردن فلزات اساسی 206 میلیارد محصولات شیمیایی 161 فرآورده‌های نفتی 73 سیمان 32 و چند رشته ای ها هم 21 میلیارد تومان اما تو خروج پول بیمه و صندوق بازنشستگی بوده 23 و هتل و رستوران هم 12 میلیارد تومن خروج پول رو داشتن توی ورود پول تک نماد بخوایم در مورد نمادها صحبت کنیم کویر 88 میلیارد تومان ورود پول داشته پاکشو 87 میلیارد تومان ورود پول داشته فولاد 42 شبندر 33 فملی 29 زو 25 و شپنا 23 میلیارد تومن پول وارد این نمادها شده اما توی خروج پول به پاس 20 2 میلیارد تومن بعدش بانک گردشگری 20 میلیارد تومن ولسن هم ده بیمه دی نو, نو. گشان حدودا 8 و توسا هفت و پاسار هفت و رکیش هم 6 میلیارد تومن خروج پول داشتن اما اگر روند ورود و خروج پول رو نسبت توی از هفته گذشته تا به امروز بخوایم ببینیم اول هفته گذشته یه ورود پول داشتیم بعدش پی در پی پول های حقیقی از بازار خارج شده و به طور خالص چیزی حدود 1700 میلیارد تومن از هفته گذشته تا به امروز پول خارج شده که امروز حالا پول وارد شد امیدواریم که پول های حقیقی با بازار آشتی کنن و دنبال نوسانگیری نباشند اما اگر نگاهی بندازیم به میله های ورود و خروج پول در بازار میبینیم که یه دونه نماد یه میله آبی که ورود پول هست به دیتاهامون اضافه شده بیشتر رفتار ها توی دی و بهمن تا اینجای کار خروج پول بوده و سعی داشتن از بازار خارج بشن امیدواریم این روند برگرده و بازار بهتر از گذشته باشه نگاهی بندازیم به کامنت ها این اطلاعات اختصاصی غورسی است و هنوز جای منتشر نشده بله. خب، هاشون تموم شه نکته خاص دیگه ای نیست به. خب خیلی ممنون و چکر امیدوارم که روز خوبی رو سفری کرده باشین و بعد از این هم روزتون به خوبی سفری بشه منتظر انتقادات و پیشنهادات شما هستیم روز روزگارتان خوش خدا نگهدار